وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که یکی از طراحان حمله به دانشگاه کابل به اعدام محکوم شده است. تارق سخنگوی وزارت کشور افغانستان در توییتر خبر داده که فردی به نام عادل از طراحان حمله به دانشگاه کابل به اعدام محکوم شده است. آریان افزود او در یک محکمه دادگاه علنی به اعدام محکوم شده است. روز گذشته دادگاه عالی افغانستان در صفحه فیسبوک خود جریان زنده تصویری بدون صدای محاکمه متهمین طراحی حمله اخیر به دانشگاه کابل را به اشتراک گذاشت در احکام صادره توسط محکمه ابتدایی آمده که عادل به جرم طراحی حمله تروریستی و آدم ربایی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد متهم دوم عبیدالله به جرم عضویت در گروه تروریستی داعش مینگذاری انتقال مواد انفجاری و آدم به 25 سال حبس تنفیزی و عبدالکبار فرد سوم را به جرم خیانت ملی عضویت در گروه داعش و آدم به 12 سال زندان محکوم کرده است همچنین خدا فرد چهارم را به جرم عضویت در گروه داعش و آدم به 12 سال حبس تنفیزی محکوم کرد محاکمه فرد پنجم را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده و فرد ششم به دلیل نبود اسناد و شواهد تبرع شده است به این افراد گفته شده که حق استیناف خواهی آنها محفوظ است مراحل بعدی در روند قانونی پرونده مجرم محکوم به ادام رفتن به دادگاه استیناف است در صورت تایید شدن حکم به دادگاه حالی افغانستان ارجا داده خواهد شد و در نهایت حکم اعدام به امضای رئیس جمهوری نیاز دارد یک و نیم ماه پیش امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از بازداشت طراح اصلی حمله به دانشگاه کابل خبر داده بود در حمله تروریستی سه فرد مسلح انتحاری به دانشگاه کابل در دوم نوامبر 22 دو نفر جان باخته و چهل تن دیگر مجروح شدند که بیشتر آنان دانشجو بودند تعدادی از سنی های طلای داعش که خود شاخه خراسان نامیدند با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بودند.